میتونم بیام تو مامان؟ بیا عزیزم. صبح بخیر. دلت واسه جواهرات تنگ شده بود؟ آره. بعد از رفتن در این گفت صندوقو هیچ وقت باز نکردیم. میدونستی؟ بابا همیشه به این امید بود که یه روز بر میگردی. برگشتم. اینو از همشون بیشتر دوست داشتم. چرا موقعی رفتن هیچ کدومشو نبردی؟ فقط میخواستم برم. میخواستم آزاد بشم. بدون اینکه چیزی دستم باشه. بعد از اون روز بابامو دیگه هیچ وقت ندیدیم مگه نه؟ حتی موقعی طلاقم همدیگر رو ندیدیم. من از اونجا وکالت دادم. فقط تلفنی. بعضی وقتا به بهانه شرکت زنگ میزد. میری دانشگاه؟ فعلا هستم. کلاسم بعد از ظهره. دیشب ونوسم برای شام اومده بود. میدونم. من نمیدونم باریش چرا میخواد با اون ازدواج کنه. باید از باریش بپرسی. واسه یه منم سوال شده. با ونوس هیچ تفاهمی ندارن. مامانم کجاست؟ با بانو خانم صحبت میکنن. ممنون. باریش آدمی نیست که به خاطر شهرت بخواد ازدواج کنه. از طرفی هم ونوس آدم خیلی معروف و مهمی نیست. تو باریشو نمیشناسی مامان. اگه هدفی داشته باشه هر کاری میکنه. اون شده یه تمکاره. پس تو دروغگو. این چجور حرف زدن در مورد برادرت بانو؟ چون همینطوره. بعد از رفتن تو باریش خیلی عوض شد. نه تنها بابام آسیب دید، باریشم خیلی لطمه خورد. اعتماد به نفسشو کلن از دست داد. با من لج کرده. مواردی هم هست که اونو ناراحت میکنه. بهت زنگ میزده که چغلی منو بکنه نه؟ میدونم میکرده. مثل تو پنهان کاری نمیکرده. آره، من و باریش هیچ وقت رابطه خوبی نداشتیم. ولی اون دیگه شورشو در آورده. درزه من به این که بابام شرکتو به نامش زده باشه شک دارم. بابام به خاطر منم که شده این کارو نمی کرد مامان. اما خودت هم دیدی که این کارو کرده. خدا می دونه چطوری راضیش کرده. حتما به نظرش این صلاح اومده. چون تو از پس کارای شرکت بر نمی اومدی. اگرم بهت می گفت منطقی برخورد نمی کردی. درست میگم نه؟ اینطوری خواسته به باریش نشون بده که هیچ فرقی بین شما دو نفر نمیذاره. حالا بیورزم شدم نه؟ معلومه که نشدی. ولی پدرت همیشه طرفداری تو رو پیش باریش میکرد. دست خودش نبود. باریشم تلاششو میکرد که خودشو عزیزتر کنه. شایدم باریش خودش اینو از آتیلا خواسته بوده. بابا من بدون این که به من بگه اینو قبول کرده میشه؟ من که اصلا باور نمی کنم. گنه هم نظرش همینه؟ گنه یه چرا میکشی وسط؟ فکر میکنم کنترل دست گنه یه. باورم نمیشه. باریش مختش شستشو داده. یعنی گنه از این ماجرا هیچی نمیدونه. معلومه که میدونه ولی اون تو رو به شک انداخته. نه خیر، در ذهن گنه حرفی نمیزنه که به ضررم باشه. بابام هم از نظراتش استفاده میکرد، ازش کمک میگرفت مامان. اینکه کی به کی کمک میکرده رو من بهش مطمئن نیستم. عین باریش حرف میزنی، باورم نمیشه. نه اینطور نیست. مثل مادری صحبت میکنم که نگران بچه‌شه.